بفرمایید. لادن. اوکی، نمیدونم. لادن باز قطع شد فکر کنم. بفرمایید. خب من اول یه معرفی از خودم میکنم اینجا. من لادن هستم، مهندس برقم. تو شرکت استنتک مشغولم. تقریبا 3 سال میشه که استنتکم، قبل از اون شرکت های دیگه ای رو بودم. کاریم که انجام میدم طراحی در حقیقت سیستم های برق هستش برای ساختمان های صنعتی. چیزی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم، خب موضوع خیلی جالب و جدیدیه. نمیتونم بگم خیلی جدیده، ولی میتونم بگم که دنیا داره میره به این سمتی که دیگه میخواد فالو کنندش باشه. همین چند وقت پیش هم ما یه سمیناری رو داشتیم در مورد گازهای گلخانگی و اثری که روی تغییرات آب و هوایی الان گذاشته. توی خود ونکوور داریم میبینیم حجمی از فلادهایی که اتفاق افتاده توی این مدت، برف هایی که داره میاد، تغییر آب و هوا توی یه سری مناطق که خشکسالی رخ میده، فایر هایی هستش که تو طول میبینیم تابستون توی فارست ها هستش. خب همه اینا نشون دهنده یه سری تغییراتی هست که اون تغییرات برگرفته از یه باگی در حقیقت توی دیزاین های ماست به عنوان انجینیر ها، که شاید تا الان کسی اونقدر بهش دقت نکرده، ولی پلن از الان تا 2030 هستش که تقریبا همه فوکس برای دیزاین ساختمون ها و شهر ها بره به سمت این که ما به قول معروف سبزسازی یا گرین رو داشته باشیم. دلیلش هم این هستش که ته تحقیقاتی که تا الان اومدن انجام دادن، دیدن که 2 تا اتفاق خیلی بزرگ باعث تغییرات خیلی زیاد آب و هوایی داره میشه. یکی گازهای گلخانگی هستن و یکی هم گازهایی که توی ریفریجریتورها یا ریفریجت استفاده میشه. حالا میتونه سیستمای کولینگ و چیلر و اینایی باشه که توی ساختمون ها استفاده میشن. قسمت اسمال اون در حقیقت یخچال هایی هستش که ما توی خونه داریم. از طرف دیگه هم در حقیقت نوع گازهای گلخونگی هستش که توی سهم عمده ای از گازهای گلخونگی، شاید برخلاف تصور ما که همیشه توی ذهنمون فقط ماشین ها هستن، سهم بزرگیش رو ساختمون ها بر عهده میگیرن. دلیل اینم که ساختمون ها در نظر میگیرن اینه که ما هیچ وقت یک ساختمون رو ایندیویژوالی بهش نگاه نمی کنیم وقتی میخوایم گرین گاز رو اندازه گیری بکنیم یا CO2 رو بخوایم ببینیم که چقدر در حقیقت داره تولید میشه. یه مقداری از CO2 هستش که داره تولید میشه در اثر حالا نوع ساختمون، نوع سیستم هایی که توش داره. این سیستم ها میتونه هر چیزی باشه، حتی میتونه انولوپ ساختمون ها باشه که اگه از موادی در حقیقت وایلنس با طبیعت ساخته شده باشن، میتونن به مرور زمان سبب تخریب هایی بشن. ولی مثلا اگر ما 2 تا ساختمون داشته باشیم که تو فاصله خیلی زیادی از هم قرار بگیرن و اینا قرار باشه برای کامیوت کردن سوار ماشین بشن، اون موقع ما در نظر میگیریم که این ساختمون‌های ما ساختمون‌های سبزی نمیتونن باشن. چرا؟ چون من نتونستم برای ساختمونام طوری دیزاین بکنم که اگه قرار باشه به ساختمون بعدی بره یا به یه امینیتی بره، بتونه راه حلی داشته باشه در کنار اون. مثل دوچرخه سواری، مثل پیاده روی، مثل ترانزیت، همه اینا چیزایی هستش که میتونه جایگزینش باشه، مثل کارپولینگ یا هر چیز دیگه. اینا چیزایی میشه که اومدن دیدن که خب پس بهتره که من از الان به بعد برم به سمت اینکه ساختمونامو طوری دیزاین بکنم که بتونم از این مقدار CO2ی که دارم تولید میکنم مقدارش رو کاهش بدم، برم به سمت زیرو. و از طرف دیگه هم شهرهامو طوری در حقیقت اربن پلانینگ رو بتونم انجام بدم که این اربن پلانینگ من در نهایت یک شهر دنس رو به من بده که بتونه مقدار آلودگی که تولید میکنه کمترین مقدار ممکن باشه. خب حالا یه سری مایلستون هایی رو گذاشتن برای این. مایلستون ها میتونه برای
سال مثلا 2030 ما باید near net zero انرژی برسیم برای ساختمون هامون یا برای دیزاین هامون، که خیلی هم الان میبینیم که مثلا سیتی آف ونکوور اومده ریزونینگ هایی رو در موردش تعریف کرده و اومده راه حل هایی رو براش ارائه داده. خیلی از شرکت ها الان پیش قدم شدن، خیلی از دیولوپر ها دارن این کار رو انجام میدن. دلیل اینم که دارن انجامش میدن به خاطر اینکه ما یه کاست سیوینگی رو خواهیم داشت در اند آف ده، به قول معروف باتم لاین یه کاستی رو که شما میان اندازه گیری میکنی، میبینین که درست اگر من 2% بیشتر اومدم در اولیه سرمایه گذاری کردم، ولی در انتها تونستم مقدار سیوینگی که داشته باشم بیشتر باشه و از همه اونا مهمتر این که تونستم یک ساختمونی رو به وجود بیارم که هم انوایرمنتال در حقیقت کمک بکنه، همین که از نظر ویلفر و هلت مردم، سلامتی اونا، اینا رو هم بتونه برای ما کمک بکنه. در نتیجه در حقیقت میتونم بگم توی سال 1998 بودش که اولین بار اومدم بر اساس 5 کتگوری اصلی که وجود داشت این لید گرین رو پایه‌گذاری کردم. لید گرین هم اگر بخوایم بدونیم مخفف چی میشه، میشه leadership in energy and environment design. یعنی وقتی شما میخواییم بیاییم یه دیزاین رو درون هر جایی انجام بدین، باید 3 نکته رو در موردش رعایت بکنی. یکی این که چه ضرری به پلانت من میزنه، چه ضرری به پیپل من میزنه، چه پروفیتی رو میتونه برای من داشته باشه. در حقیقت به اینا میگن 3P یا triple bottom line. ان چیزی که براشون مهم اینه که تو یه دونه دیزاین من هم مردم رو ببینم از نظر سلامتی، هم پلانت رو ببینم، و هم این که ببینم پروفیتی که اون میتونه از نظر اکونومی برای من داشته باشه چی هستش. و US Green Building Council تشکیل شد. US Green Building Council در یا همون USGBC که خیلی معروف هستش الان توی دنیا، و جالبه که شما از هر جایی از دنیا میتونین عضوش بشین، کردنشیالش رو به دست بیارین و میتونین در حقیقت پروژتون رو یا ساختمونتون رو از طریق اون سرتیفای بکنین. سرتیفایی که معمولا میان توی دیزاینرها باید در حقیقت برای این گرین لید انجام بدن، ما چندین تا کلاسیفیکیشن داریم یا چندین تا سرتیفیکیشن داریم که این سرتیفیکیشن ها بر اساس یه اسکوری هست. این اسکوری چه شکلی به دست میاد؟ دقیقا مثل وقتی که ما، حالا من نمیدونم ولی من خودم میخواستم مهاجرت کنم، یه چکلیستی داشتم جلوم که باید اون چکلیست رو مارک میزدم، به یه مارکی در بادم اون میرسیدم و میدیدم آیا من پس میکنم برای مهاجرت یا نه. اینم دقیقا همون جوره. یه چکلیستی هستش که یه سری چیزایی که مربوط به انوایرمنت، مربوط به متریال هستش، مربوط به سستینبل سایت، مربوط به ترانسپورتیشن. هر کسی که میخوادش بیاد دیزاین بکنه اون چکلیست رو میذاره جلوش، یه سری پوینت ها رو به دست میاره، بر اساس اون سرتیفای میشه بر اساس این که گرین هستش، سیلور، گولد یا پلاتینیومه. که خب هر چقدر اسکورش بره بالاتر، یعنی اون تونسته که امتیازای کردیت های بیشتری رو جذب کنه، یعنی ساختمون سستینبل تری رو داره و تونسته یه فضای سبز تری رو تولید بکنه. چیزایی که کردینشیالی هایی که در حقیقت توی مهندسی میشه خیلی بهش توجه کرد و از الان به بعد خیلی از افرادی که مهندس هستن میتونن بیان این کردینشیال رو به دست بیارن و در حقیقت یه نوع کردیت برای خودشون هست برای جاب اپورتونیتی هایی که میخوان داشته باشن، اینه که رجیستر بشن به عنوان گرین اسوسییت یا AP لید، که در حقیقت بهشون فقط یه دونه امتیاز رو میده که شما مفهوم و معنی یک ساختمان و در حقیقت شهر سبز رو کاملا فهمیدید. این به این معنی نیستش که حتما شما میتونین یک دیزاین کاملی انجام بدین، ولی اونرها، کلاینت ها و دیولوپرها ترجیح میدن که تو تیم پروژه افرادی باشه که understandingی از تمام مفهوم در حقیقت گرین لید داشته باشه و بدونه که چه شکلی میتونه ایمپلمنت کنه تمام اجزایی که اون داره و به قول معروف در انتها بتونه اون کردنشیال، اون سرتیفیکیشن رو بگیره.
خب این میشه یه جاب اپورتونیتی برای اکثر مهندسا، معمارها. قسمت اعظم در حقیقت لید رو میتونم بگم که آرکیتکتورال و مکانیکال انجینیر میتونه تشکیل بده. مایی که به عنوان مهندس برق هستیم، قسمتی که مربوط به ما میشه خیلی بزرگ نیست، پورشن خیلی بزرگی رو نداره، اونقدر که آرکیتکتور و استراکچورال و همینطور در حقیقت مکانیکال انجینیر میتونن توشون اینوالو باشن. ولی در حقیقت مهندس برق هم یک سهمی رو داره، ولی از طرفی که بتونه یک understanding کاملی از طراحی و دیزاین یک ساختمون سبز داشته باشه، میتونه کمک بکنه بهش تو انتخاب در حقیقت اکویپمنت ها، میتونه کمک بکنه در نحوه آوردن برق به یک ساختمون. ولی چیزی که وجود داره اینه که از نظر سیوینگ انرژی یا افیشنسی اگه بخوایم صحبت بکنیم، قسمت عمده هر ساختمونی رو در حقیقت استراکچر اون، آرکیتکتورال، انولوپ، کور و همینطور مکانیکال تشکیل میده. در نتیجه سهم عمده ای که اونا میتونن داشته باشن در مقایسه با ما که افراد مثل مهندس برق هستیم خب خیلی بیشتره. ولی چیزی که توی لید میان بررسی میکنن اینه که ما همیشه باید به صورت یک طراح منسجم باشیم. طراح منسجم یعنی این که من تمام افرادی رو که قراره توی یک طراحی دخالت داشته باشن و بیارم کنار هم بذارم، همفکری همه استفاده بکنم و از این همفکری بتونم یه خروجی رو بگیرم که پرفورمنسی که اون خروجی من میتونه داشته باشه در حدی باشه که در حقیقت من اومدم تعریف کردم یا کلاینت اومده برای من تعریف کرده. در نتیجه در نهایت یه کلابریشنی هستش بین تمام اعضایی که میان یه طراحی رو در حقیقت تشکیل میدن. کاری هم نداره گرفتن لید سرتیفیکیت. اگر شما میخواین کردنشیال لید رو داشته باشین، یه امتحانی داره که اون امتحان یه کتابی رو باید بخونید و امتحانش هم خیلی زیاد برگزار میشه، آنلاین هم هستش. امتحان اول رو بدین و پاس بکنید، در حقیقت 100 تا سوال تستیه میشید لین گرین اسوسییت. بعد از اون شما میتونید امتحان دومی رو بدید که لید ای پی میشید. لید ای پی در حقیقت کسی هستش که وقتی شما گرین لید میشین نمیتونید برین یک پروژه رو رجیستر بکنید، ولی وقتی لید ای پی بشید میتونید که رجیستر انجام بدید، میتونید دسترسی داشته باشین به خیلی از سورس هایی که در مورد لید برای یک پروژه هستش، که خب مسلما خیلی از آرکیتکت ها یا مکانیکال انجینیر ها لید ای پی رو میگیرن به خاطر نوع کاری که دارن. بیشتر این داره برای ما صحبت میکنه که چقدر انوایرمنت برای ما مهمه، اتفاقاتی که داره الان میفته توی دنیا چقدر ما توش سهم داشتیم. من خودم به گرین لید به چشم باگ مهندسی نگاه میکنم، چیزایی که شاید ما یه زمانی سکریفایش کردیم به خاطر اینکه میخواستیم پروفیت بیشتری رو به اونر برسونیم و این گاهن اشتباهه، چون این پروفیت ممکنه تو روز اول عدد و رقم قابل ملاحظه‌ای باشه، ولی به مرور زمان دیگه همچین چیزی نیست به خاطر اینکه خب هم من دارم به انوایرمنت یه سری ضربه هایی رو میزنم، هم به خاطر اینکه اومدم از اکویپمنت هایی استفاده کردم که خب لو افیشنسی هستن به خاطر اینکه قیمت پایین تری داشتن. در نهایت کاستی که اون فرد باید مانتلی پی بکنه بابت مینتیننس اون ساختمون، بابت مصارفی که داره، یوتیلیتی یا غیره، بعد از چند سال خیلی بیشتر از اون عددی میشه که روز اول سرمایه گذاری کرد. من قصدم از آوردن این موضوع فقط مطرح کردن این بودش که چون دیدم توی مدت اخیر خیلی ما داریم تغییرات آب و هوایی رو میبینیم، حداقل برامون قابل لمس بوده. چیزی که شنیدیم این بودش که توی 100 سال اخیر مقدار 100 سال بارون فکر میکنم که قرار بودش بیاد ظرف یک روز یا دو روز سمت ابتسفورد اومد و ما یه فلاد خیلی سنگینی رو اونجا داشتیم. اتفاق بعدی که افتاده طوفان‌های در حقیقت سنو هستش که داره توی تورنتو رخ میده.
توی همین ونکوور ما تابستونا داریم یک سری آتش سوزی هایی رو میبینیم که خیلی گسترده است و جنگل های زیادی رو داره از بین میبره. علت اصلیش هم در حقیقت برمیگرده به این که ما به طور خواسته یا ناخواسته داریم گازهایی رو تولید میکنیم که این گازها با طبیعت زیاد همخونی ندارن. حالا این گازهایی هم میتونه CO2 باشه که خب خیلی رایجه. یه سری هم گازهایی هستن که ما توی یخچالها و سیستمهای کولینگ استفاده میکنیم که اون گازها در حقیقت باعث تخریب لایه اوزون میشن. حالا اتفاقی که توی در حقیقت پروتکل مونترال افتادش این بودش که اومدن یه سری از این گازها رو برای همیشه متوقف کردن و یک سری هم فیز اوت کردن تا 2030 و بعد از اون گفتن که باید جایگزین بشن با حالا پسیو دیزاین یا خیلی چیزای دیگه که در نظر گرفتن. اینا رو اگر ما بتونیم توی دیزاینمون از نظر مهندس که هستیم در نظر بگیریم، اتفاقی که میفته این هستش که شاید نه به سرعت ولی در سالهای آینده بتونیم جلوی تغییرات ناگهانی آب و هوا رو بگیریم، چون بعضی از اینا میتونه به همه ما ضرر بزنه، بعضی از اینا میتونه شهری که داریم زندگی میکنیم و چهرش رو کاملا عوض بکنه و حیات وحش رو میتونه از بین ببره. خیلی اتفاقا میتونه بیفته که باعث و بانیش در حقیقت ما بودیم که اینها رو دیزاین کردیم. چیزی که الان هستش اینه که اگر هر کدوممون تو هر جایی که هستیم یه قسمت کوچیکی از کار رو بر عهده بگیریم که من فکر میکنم کوچیکترین بخشی که هر کی میتونه بر عهده بگیره بخش ریسایکلینگ هستش توی خونه ها، در حقیقت میایم کمک میکنیم از طریق این ریسایکل کردن که چه موادی میتونن برگردن دوباره به طبیعت، چه موادی میتونن دوباره استفاده بشن. و این ریسایکل کردن در حقیقت خودش یکی از استپ هایی برای یه دونه شهر سبز هستش که ما قراره داشته باشیم. خیلی جدیدن توی اینترنت یه شهری به اسم شهر نئون اومده که عربستان داره میسازتش و قراره تو سال فکر میکنم 2032 ازش رونمایی بکنه. یکی از پایه ها و اساس های اصلی این شهر گرین بودن اون شهر هستش، به طوری که با اینکه عربستان میشه گفتش که منبع اول نفت دنیا هستش، البته اگر اشتباه نکنم، من قرار نیست از هیچ نوع اویل یا گسی توی اون شهر استفاده بشه، قراره تمام انرژی که توی اون شهر تولید میشه رینیبل انرژی ها باشن و تمام این پروتکلایی که الان ما داریم میخونیم و تمام چیزایی که ما داریم میگیم که توی ساختمون باید رعایت شه، توی شهر باید رعایت شه، تمامشون قراره که توی اون شهر پیاده سازی بشن. در حقیقت اون شهر میشه یک نمونه ای از یک شهر سبز که یا گرین سیتی که اربن پلانینگ و از طرف دیگه ای ساختمون سازی توش طوری انجام شده که ما بتونیم بگیم نیر زیرو داریم در حقیقت به انوایرمنت داریم ضرر میزنیم. این پرزنتیشنی بود که من داشتم براتون. اگر سوالی چیزی دارید من در خدمتتون هستم. دوست دارین هر کانورسیشنی رو میخواین شروع بکنین بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم سرش. بسیار هم عالی، ممنون لادن جان. من خودم خیلی یاد گرفتم از بحثی رو که باز کردی. خب قبل از اینکه سوالات رو مطرح بکنیم ما یه عکس دست جمعی معمولا میگیریم در این وضعیت. در اینجا دوستانی که میخوان تو عکس باشن لطفا دوربیناشون روشن بکنن که ما عکس رو بگیریم. من شمارش معکوس میدم 3, 2, 1. خیلی بسیار عالی. آیسان به ما ملحق شد. آیسان میتونی صحبت کنی؟ سلام، من آیسان هستم، پستاکم در SFU و رشته کاریم نوروساینس و روانشناسیه. بسیار عالی، خیلی هم خوب. خب دوستان اگه میخوان وارد بحث بشن الان فرصت خوبیه.
من یه لحظه فقط من خودم یه چند سوال دارم البته، ولی یه لحظه من یه کار فنی رو انجام بدم. بسیار عالی. اوکی دوستان وارد بحث اگه میخواید بشید شروع بکنید، الان فرصت خوبیه. من یه سوالی داشتم در مورد این حالا کارهایی که آدم ها میتونن انجام بدن که اولا ممنون برای ارائه بسیار خوب و بیشتر ممنون برای تایمندی بسیار دقیق، خیلی خیلی ممنونیم. ما از طرف خودم و امیر تشکر میکنم. رأس ساعت 6:30. بعد سوالم هم اینه که این مسئله حالا کارهایی که ماها به عنوان یه شهروند مسئول میتونیم انجام بدیم، مثلا خود همین ریسایکلینگ، من جایی همین اخیراً خوندم که بخشی از این ریسایکلینگ، حالا نه به صورت خاص مثلا توی کشورهای پیشرفته مثل مثلا بعضی از کشورهای اروپایی و اکثر کشورهای اروپایی و کانادا، ولی بخش قابل توجه مثلا ریسایکلینگ پلاستیک انگار انجام نمیشه با اینکه جمع میشه تو اکثر نقاط دنیا، و درصدی که خوندم خیلی تعجب برانگیز بود، زیر 10% بود که واقعا انگار ریسایکل میشه. و یعنی به نظر میرسه بعضی از این راه حلایی که توی دنیا برای مسائل پیچیده و بزرگی داده میشه خیلی اوقات چطور بگم، خیلی اوقات آدما رو یه حس درگیری با اون مسئله بهشون میده که خب اوکی من الان دارم ریسایکل میکنم و من مثلا شهروند مسئولی هستم، دارم وظیفه خودم رو انجام میدم، ولی ابعاد داستان رو نمیبینم. این مثلا همین گرمایش زمین، مثلا دوستانی که اینجا زندگی میکنن و میدونم سالی دو بار یه بار سر میزنن ایران، گاز گلخانه‌ای که اینجوری تولید میشه اصلا مقدارش انگار قابل مقایسه نیست با مثلا ماشین. ماشین ممکنه کل سالش به اندازه نصف اون سفره باشه. آره خلاصه منظورم اینه که مثلا حالا بخوام یه مثالی واضح‌تر بزنم، همیشه مثلا تو ایران تلویزیون هی تبلیغ می‌کردن بدونم شیر آب و اینجوری استفاده کنین، 2 دقیقه کمتر استفاده کنین، دوشتون رو کار کنین. ولی نه، اصلا مشکل شیر آب و آب شرب مردم نیست، مشکل اینه که دارن فولاد وسط کبیر تولید میکنن، آبو دارن اصلا یه استفاده احمقانه ازش میکنن که یعنی اون اتلاف جای دیگه است، و این مردم دوشای 5 دقیقهشون رو بکنن 3 دقیقه، 0.5% تاثیر توی کل داستان اتفاق میفته، در حالی که اون کارخونه فولادو به جای که برن لبه آب آوردن وسط کبیر، اون یه داستان دیگه، اون مشکل اون داره ایجاد میکنه. و ولی مردم حس میکنن مثلا حالا این 2 دقیقه رو کمتر کردن، یه حسی میگن که درگیر بودن تا توی داستانو کمک کردن. و آره حالا می‌خواستم همین بپرسم که حالا این داستان برای کانادا هم همینطوره، یعنی اطلاع دقیق‌تری در موردش دارین که مثلا ببینید اینجا ما چطور می‌تونیم بکنیم؟ یه چیز جالبی که بهتون بگم این هستش که هیچ راه حلی وجود نداره که الان شما برین به سمت این که بگیم من در نهایت شدم 100% گرین و تونستم همه چی رو بکنم طبق چیزهایی که گفته شده. اینا استپ استپ میتونه بره جلو و گل‌های گذاشته میشه توی فاصله های 10 ساله که بتونن یه سری کارها رو انجام بدن. مثال خیلی جالبی زدین در مورد حموم رفتن. اتفاقا یکی از راه‌هایی که توی واتر منیجمنت استفاده میشه این فاصله هایی هستش که ما توی خونه ها داریم. حالا توی ایران خیلی میشه گفت اون ادورتایزی که حالا شده، من البته ندیدمش، ادورتایز خنده‌داریه که من به یه نفر بگم که تو بیا دوش 5 دقیقه تو بکن 3 دقیقه، چون اینا همیشه راه حل داره. و الان دقیقا کاری که دارن انجام میدن اینه که تغییراتی تو شیرها انجام شده که آبی که از شیر میاد بیرون با مخلوطی از هوا قاطی میشه که شما همون حجم رو آب رو میبینید، ولی در اصل دارید از مقدار کمتری از آب استفاده میکنه، چون موقع دوش گرفتن چیزی که برای شما مهم میشه فشار آبی هستش که داره میادش. یعنی یه سری راه حل های اینجوری انجام داره میشه و واقعا هم توی آمارا رو اگه بریم بخونیم میبینین توی ساختمون ها، مخصوصا حالا ما در مورد رزیدنشال زیاد این چیزا برامون شاید مطرح نباشه،
ولی وقتی بحث کامرشیال میاد وسط و وقتی شما در مورد دستشویی های آفیس ها یا جاهایی که در حقیقت ورزشگاه هستن و دارای دوش هستن صحبت میکنین، دیگه حجم آب حجمی نیست که شما توی خونتون استفاده بکنین، یه حجم خیلی بزرگیه. در نتیجه چیزی که استفاده میشه توی اونها باعث میشه که من در آخر سر که من میام اندازه گیری میکنم میبینم یه مقدار خیلی زیادی از آبو تونستم صرف جویی بکنم. در مورد ریسایکل یه حرف جالبی بهتون بزنم، این که شما میگین که در انتها پلاستیکا هیچ نوع ریسایکلی ممکنه روشون انجام نشه، حرف شما درست، ولی اگر من از اول پلاستیک رو با موادی که میتونه کامپوست بشه قاطی بکنم، در نهایت نمیتونه اتفاقی بیفته و من دارم فقط نه اون کامپوزر تونستم جدا بکنم، یه کیسه ای از مخلوط چیزهایی که با همدیگه هیچ نوع تلفیقی ندارن میفرستم به لندفیل، توی لندفیل که میره میخوان چی کارش بکنن؟ هیچی، چون واقعا لیبر گذاشتن و جداسازی اونها توی اون منطقه دوباره اتفاقای دیگه خودش رو داره. این که در مورد پلاستیک بخوایم چی کار بکنیم، خب الان خیلی تحقیقات داره روش انجام میشه که چه چیزی رو میتونن جایگزینش بکنن که در حقیقت میگن سستینبل باشه. الان یه چیزی که شما دقت بکنیم و من خیلی دقت کردم جالب شده، حالا من اینو میتونم در مورد لوازم آرایشی بگم، کازمتیکا. شما الان وقتی میرین توی آنلاین شاپینگ خیلی جالب میبینین که نوشته sustainable material، یعنی دارم از موادی استفاده میکنم که این مواد یا میتونم به قول معروف بهشون میگن به قول معروف چه شکلی بگم بهشون میگن این مواد توی سرکلی میچرخن، یعنی وقتی که تولید میشن و وقتی که به یه در حقیقت ویستی تبدیل میشن اون ویست از بین نمیره، من اون ویست رو میتونم ریسایکلش بکنم یا میتونم ازش یه ماده دیگه ای تولید بکنم. الان یه چیز جالبی که در مورد مواد اومده که شما باید تعیین بکنید آیا اونها ساستینبل هستن یا نه، و باید سعی کنین از چیزهایی استفاده بکنین که سایستینیبل باشن و این کار داره انجام میشه. شاید بعضی وقتا ما کوچیکتر داریم نگاه میکنیم، ولی تو ابعاد بزرگ که نگاه بکنیم واقعا کاری نیست که یه روزه و دو روزه انجام بشه، ولی اگر هر کدوم ما بگیم اگر من این کار رو نکنم، خب در نهایت ضرری که داریم میزنیم بیشتره. ولی خب این خیلی نیاز به فرهنگ سازی داره، خیلی نیاز به آموزش و ترینینگ داره. تو کشورهای مثل کانادا و آمریکا یا کشورهای به قول معروف دیولوپ، کشورهای دیولوپ خیلی روی ترینینگ ها کار میکنن و بچه ها رو از بچگی توی مدرسه و اینا آموزش میدن، ولی توی کشوری مثل ایران که من فکر میکنم دغدغه های خیلی بزرگتر از این داره، شاید خیلی سخت‌تر بتونن به همچین چیزایی برسن. درسته، ممنون. خواهش میکنم. سیارم عالی. سوال منم مالا یه جورایی میشه گفت دنباله سوال محسنه. امیر جان، آقای امیر شما ببخشید. آره من حواسم نبوده، شما سوالتون بفرمایید. مرسی، ممنون لادن جان بابت پرزنتیشن. دو تا سوال کوچک دارم. یکی تو حین طراحیه که فینانشال جاستیفیکیشن چجوری انجام میدید؟ چه متدایی هست؟ و دومیشم وقتی که پروژه اکسیکیوت شد چجوری میجر میکنید؟ و اون قسمتش هم اگه یه توضیح بدی خیلی عالیه. چیزی که داریم توی اینجا دو تا در حقیقت تعریف داره، یکی بهش میگن لایف سایکل اسسمنت، یکی میگن لایف سایکل کاست. توی لایف سایکل اسسمنت در حقیقت شما باید بیای اسس بکنی نسبت به اینکه چقدر سیستمی که میخوای طراحی بکنی پایداره، که این طراحی در حقیقت از انرژی مدلینگتون شروع میشه، از همون جوری که در حقیقت محسن گفت چرا مثلا یه فولاد رو میبرن میذارن دم آب، شما باید بیاین برین سایت رو اسس بکنین. در مورد یه خونه کوچیکی که میخواییم برین بسازین، اورینتیشن اون توی اون زمین باید بررسی بشه و و و و. در حقیقت شما توی مرحله قبل از اسکماتیک دیزاینتون باید یه دونه لایف
سایکل اسسمنت انجام بدیم. موضوع لایف سایکل اسسمنت یعنی اینه که از روزی که من شروع میکنم به طراحی تا روزی که کانستراکشن انجام دم، ایمپلمنت میکنم، آپریشن میکنم، اند آف لایف اکسپنسی، چه اتفاقی قرار بیفته برای من، همه اونا رو باید ببینم. یعنی فقط یه دوره یک ساله دو ساله رو نمیبینم، یه دوره 50 ساله رو میبینم. و بعد از 50 سال اگه قرار باشه من این ساختمون رو رینوویت بکنم یا اگه قرار دمالیشش بکنم، اون مواد چی میشه؟ در نتیجه چیزی که توی لید گفته میشه اینه که میگن یه تیمی تشکیل بدین، این تیم توش حتی باید کانستراکشن منیجر هم باشه، توش باید آپریشن منیجر هم باشه، توش حتی میگن خیلی خوبه که مینتیننس ها هم باشن، مثلا کسی که ممکنه مینتیننس یک بیلدینگ رو بر عهده داشته باشه، چون اینا همشون اینپوت میدن به شما و اون اینپوت ها باعث میشه که شما چیکار بکنید توی اون مدلی که دارین طراحی میکنین، همه چی رو با هم ببینید. بعد از اون ما یه دونه لایف سایکل کاست داریم که این لایف سایکل کاست در حقیقت یه سری تولز هستن که سافت‌ورن، شما میتونین در حقیقت تمام کاستی رو که دارین یک به یک، مثلا تو آرکیتکچر، تو انولوپ، توی کورتون، توی مکانیکا، تمامو میایین وارد میکنین و چیزی که هستش میتونین انتخاب بکنین. میتونین انتخاب بکنین مثلا من اگر بیام یه دونه اچوکی رو انتخاب بکنم که این اچوک من افیشنسیش الان بالاتره ولی کاستش هم بالاتره، در نهایت به شما یه کاستی اعلام میکنه که این کاست در حقیقت خیلی راحت کامپر میشه با سیستم هایی که اگر شما ورش ندارید، مثلا شما نرید اونقدر اچوک افیشنت وردارین، برین یه اچوکی وردارین که ارزون تر باشه. و چیزی که در نهایت به شما میده، میگه که این اچوک این قیمت رو داره، بازدهی که به شما از نظر سیوینگ مانی میده بعد از چند سال به شما پیداف میشه و طول عمرش چقدره. شما اونو میتونید مقایسه بکنین با یه اچوک معمولی، تو چه مدت پولتون پیاف میشه و مثلا اگر طول عمر یه افیشنس 25 ساله، شما میبینین طول عمر اون یکی 10 ساله و شما بعد 10 سال بعد اچوکتون رو ریپلیس بکنین. اینا میشه در حقیقت کاستی هستش که به دست میاد. چه شکلی حالا اینا رو میجرمنت میکنن؟ میجری که انجام میدن، شما دو تا حالت دارین که معمولا میتونین لید رو پیش ببرین. یکی بهش میگن روش اسپلیت، یکی میگن کانونشیال. کانونشیال در حقیقت روشی هستش که شما طراحی میکنید، میسازید، میفرستید و یکی حالا باید بیاد این میجرمنت ها رو انجام بده. میجرمنت ها مثلا چه شکلی هستش؟ اگه قرار باشه که شما یه مینیمم لاکسی رو داشته باشین یا تری پاس نداشته باشین روی لایتینگتون، با دستگاه هایی که دارن حالا میجرش رو اندازه گیری میکنن، یا میترینگ هایی که نصب میکنن مقدار لودتون رو اندازه گیری میکنن، که البته این میجرمنت چون پرفورمنس هستش تو بعضی جاها مثلا مدرسه، هتل، اینجور جاها نمیتونه بعد از کانستراکشن انجام بشه. مثلا میگن یک سال بعد از اینکه سیستم اکیوپاید شد من میام این پرفورمنس ریویو رو روش انجام میدم. چیزی که هسته، شما اگر تو حالت در حقیقت دیزاین باشید، یعنی دیزاین رو به عنوان یک پکیج سابمیت بکنید، کانستراکشن رو به عنوان یک سابمیت جدا سابمیت بکنید، با روش هایی که در حقیقت سافت‌ویر هایی که هر در حقیقت دیسیپلینی برای خودش داره، میتونن پرفورمنس در حقیقت اون ساختمون رو اندازه گیری بکنن. مثلا مکانیکال میتونه اچ‌وک رو توی اون ساختمون پیاده سازی بکنه، ببینه انرژی که مصرف میکنه چقدر، انرژی مدلینگ رو به دست بیاره. آرکیتکت در مورد انولوپ ساختمون میتونه این کارا رو انجام بده. هر و خود ما مثلا میتونیم روشنایی رو و هر چیز دیگه رو اندازه گیری بکنیم. اینها معیارهاش که فرستاده میشه برای سنجش، هر کدوم هم استانداردهای خودشون رو دارن. یعنی لید میادش مثلا میگه من برای اینکه بخوام بیسلاین رو تعریف بکنم برای روشنایی و مقرراتو، میام اشره 90.1 رو معرفی میکنم، طبق اون شما باید دیزاین بکنیم و اگر تمام چیزهای اون میت شد، از نظر من شما پرفورمنس رو میت کردی.
این خوبیش اینه که شما وقتی مرحله کانستراکشن میری حداقل خیالت راحته که اگر اتفاقی افتاده باشه من لازم به نیو دیزاین نیستم. ولی اتفاقا همین دیروز با یکی از دوستان که معمار هستش داشتیم صحبت میکردیم و یک ساختمونی ساخته شده الان و این ساختمون پرفورمنس انولوپ رو توی تستش رد شده و چیزی که الان بهش گفتن دوباره باید انولوپ دیزاین بشه و دوباره ساخته بشه، یعنی یه کاستی رو داره به شما اضافه میکنه. در نتیجه خیلی این توی بخش طراحی، نوع طراحی که شما میکنین، نوع سافتوری که دارین پیاده سازی میکنین، کوردینیشنی که بین شما و دیسیپلین های دیگه انجام میشه خیلی مهمه، چون اگر اینا یه تیکه کوچیکش با هم دیگه همخونی نداشته باشه یه کاستی رو اضافه میکنه که فایر میشیم دیگه در نهایت. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بسیار عالی. من اگر اسمتون اشتباه تلفظ میکنم عذرخواهی میکنم، مونادی به ما ملحق شدن. اگه میشه شما هم خودتون رو معرفی کنید، تخصصتون رو به ما بگید. صدای من رو نمیدونم دارن یا نه. مثل که صدای من ندارن. خب من سوال خودم رو بپرسم. لادن چیزه، من حالا یه مقدار ادامه سوال محسن بودش. خب خیلی کارهای مثلا برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در سطح شهرها مثلا شده، یا تغییر مثلا از گاز به مثلا برق، که حالا توی ونکوور، توی شهر ونکوور مثلا گاز برای آشپزی هنوز ممنوع نشده، برای گرم کردن ساختمون ممنوع شد. ولی خب خیلی ها میگن که خب آلاینده های بزرگ در واقع مصرف کننده های مثل ما نیستن، مثلا شرکت های نفتی بزرگ هستن و جاهای دیگه ای داره این آلودگی های بزرگ اتفاق میفته. و حالا از نظر عدد و رقم میتونی اینو به ما نشون بدی که در واقع تو در مورد پلاستیک و در مورد زباله ها خب خیلی صحبت کردی، ولی در مورد آلودگی که به تغییرات اقلیمی کمک میکنه، در واقع اونو بدترش میکنه، اون چی؟ و نکته بعدی هم در واقع اصلا با این ادامه این سوالم هستش که اصلا با این کارا میشه جلوگیری کردش از فاجعه ای که در واقع در اثر این تغییرات اقلیمی در اتفاق میفته، مثلا دمای افزایش دما رو به همون 1.5 درجه محدود نگه داریم؟ سوال خیلی خوبی رو پرسیدی. اونم دلیلش اینه که خب گاهن ما آدم ها همیشه که میام نگاه میکنیم مثل جالبی رو میبینیم. من وقتی میام یه دونه پالایشگاه رو نگاه میکنم، یه پالایشگاه خیلی بزرگ میبینم و میام که این داره بزرگترین آلودگی رو تولید میکنه. ولی اگر بیایم با هم دیگه مقیاس بگیریم، تعداد پالایشگاه ها در دنیا نسبت به تعداد خونه هایی که توی دنیا وجود داره، آپارتمان، های رایز، در حقیقت هرچی که شما بگید، تعداد اینا خیلی بیشتره. چیزی که از نظر عدد و رقمی اومدن توی دنیا نتیجه گیری کردن اینه که بیشترین درصد گازهای گلخونگی توی خونه ها تولید میشه، توی بیلدینگ تولید میشه. من اولش هم توضیح دادم بیلدینگ فقط به این معنی نیستش که من یک بیلدینگ دارم و دارم توی اون گاز گلخانگی تولید میکنم. من اگر بیام شهرسازی رو طوری انجام بدم که اشتباه باشه، به جای اینکه بیام دنس بکنم شهر رو پراکنده بسازم که برای کامیوت کردن من مجبور باشم از ماشین استفاده بکنم و به صورت تک سرنشین شهر رو طی بکنم، دارم به اون مقدار گاز آلوده توی دنیا اضافه میکنم. در نتیجه تعداد خونه ها در دنیا، آپارتمان ها، هاوس، هرچی که شما بگید، نسبت به پالایشگاه خیلی بیشتره و تولیدی که اونا انجام میدن خیلی زیادتر.
اتفاقی که داره الان میفته اینه که دنیا داره میره به این سمتی که من از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده بکنم. انرژی‌های تجدیدپذیر هم خب خیلی یوتیلیتی‌ها دارن کارهای خوبی میکنن. خیلی جاها دارن نیروگاه‌هایی میسازن و یا تغییراتی دارن میدن که بشه از سوختی مثل گاز یا نفت استفاده کمتری رو کرد. حالا اونا میان چی کار میکنن؟ میگن که شما در حال حاضر امکان این نداری که از سوختی به غیر از نفت یا گاز توی خونت استفاده بکنی، مجبوری برقتو از جایی خریداری بکنی که اون داره با سوخت گاز و نفت توی پاور پلانتش داره کار میکنه. بیا یک سرمایه گذاری رو انجام بده و یک در حقیقت سرتیفیکیشنی رو از من بخر و به من کمک کن که من بتونم اینوست بکنم توی اون در حقیقت گرین پاورا. توی اون گرین پاورا که کم کم سرمایه گذاری انجام بشه و ساخت اونا بیشتر بشه، میتونه جایگزین بشه با در حقیقت نفت و گازی که الان وجود داره. این که ما چقدر بتونیم جلوی اون رو بگیریم اینه که چقدر سیویر باشیم تو انجام این کارها و چقدر این کدها و در حقیقت استانداردها قرار باشه که جدی باشن توی پیگیری. خیلی ما توی آمریکا و کانادا و خیلی کشورهای اروپایی این جدیت رو میبینیم. حتی توی خیلی از کشورهای میدل ایست هم داریم الان این رو میبینیم. ولی در هر حال چیزی هستش که باید روش کار کرد. تمام تلاش این گروه اینه که تا اونجا که میتونن اون محدودیت گلوبال وارمینگ رو توی اون 1.5 درجه نگه بدارن. ولی اینکه این گل هستش که قرار اتفاق بیفته. ولی خب این من گفتم رسیدن بهش کار یک روزه و دو روزه نیست. این یه پلانیه که دارن 10 سال روش برنامه ریزی میکنن تا اینکه بتونن به اون چیزی که میخوان برسن. بسیار عالی. من میبینم که مهدی با ماست الان. مهدی میخوای خودتو معرفی کنی؟ وقت نشد خودتو معرفی کنی. خواهش میکنم. من مهدی هم. بک‌گراندم مهندسی پلیمر بوده و الان به عنوان QC منیجر توی پچو فکتورز کار میکنم. یه سوالی هم که دارم، حالا تا حدودی خب داستان اینه که باهاش آشنام و میدونم، ولی بحث لید حالا توی ساختمون ها و توی حالا PC، آیا این کدگذاری بر اساس هر لوکیشن و هر دیستریکتی متفاوته؟ یعنی مثلا دارم میگم خب قطعا یه چیزی به نام انولوپ کردن خب مثلا توی آمریکای شمالی مفهوم داره، ولی انولوپ کردن چیزیه اصلا محجی مبحثی اصلا توی مثلا میدلیست وجود نداره که به عنوان انولوپ کردن. آیا اینها اصلاحا بر اساس هر بخشی از دنیا اصلاحا دیستریکشن تعریف شده یا نه چون به خاطر اینکه از آمریکای شمالی شروع شده فعلا همینه که و حالا توی هر دیستریکتی هنوز اون چیزی که باید لوکالایز بشه هنوز لوکالایز نشده؟ چیز جالبی که هستش اینه که لید فقط توی آمریکا که نیستش، که ما توی کانادا لید داریم و شاید بالای نمیدونم تعدادش چی انتاست، ولی over than 20 or 30 other group. ژاپن برای خودشو داره و اینا اسمهای مختلفی دارن، یعنی فقط ما مختص USGBC نیستیم. کانادا میدونم برای خودش رو داره و اونها خیلی چیزها رو توی اون لید بومی سازی کردن. اینکه شما هدف هاتون، یعنی در حقیقت بهش میگن لید ایمپکتس یا لید گولز، 7 گلی هستش که در حقیقت لید داره که بهش برسه، که مهمترینش اینه که انوایرمنت خوبی رو داشته باشیم، هلت خوبی رو داشته باشیم، به در حقیقت آسیبایی که میتونیم به هر چیزی بزنیم برسه به مینیمم خودش. اون 7 گل بین تمامی اینا مشترکه، یعنی اگر قرار باشه طراحی یا هر چیزی صورت بگیره گلشون مشترکه. در نتیجه حالا اون بومی سازی ها توی این لیدهای مختلفی که توی دنیا وجود دارند داره انجام میشه. یه بخشی هم که توی USGBC مطرح شده بخش ریجین هستش که ناحیه است.
شما بر اساس اون ناحیتون میتونید یه سری تغییرات رو انجام بدید و حتی میتونید در بحث اینویشن توش مطرح بکنید. اینویشن چیزایی هستش که در حقیقت شما ماورای اون چیزی میرید که توی لید مطرح شده و شما طبق منطقتون میتونین بیاین راجع به اون صحبت بکنین، در حقیقت یه کلاریفیکیشن رو با خود USGBC داشته باشین یا با در حقیقت جایی که داریم لید رو سرتیفای میکنیم. بسیار عالی. خب به اینجا که میرسیم، من معمولا از مهمونا میخوام که فکر کنن که تیکوییمون باید از جلسه چی باشه. الان لازم نیست جواب بدی، آخر جلسه دوباره برمیگردیم بهش، ولی بقیه دوستانم وارد بحث بشن که به حساب بیشتر راجع به مسئله صحبت کنیم. آیسان اگه خودت هم وارد نمیشی کیان رو وارد کن که همه سکوت کردن. خب همینجا من میتونم چیزی بگم؟ حتما بفهم. من حالا در ادامه صحبت لادن جان، حالا ممنون لادن بابت پرزنتی که دادین راجع به گرین بیلدینگ و لید. من با توجه به حوزه کاریم که توی استراکچر دیزاین و مستیم ریکانستراکشن هست، خب تو این پروژه هایی که معمولا با گرین بیلدینگ کار میکنن همکاری داشتم چند تاشون. حالا به خاطر کارم الان دو سالی هست که موو کردم از ونکوور اومدم به نیو برانزویک، ولی همچنان در تماس هستم با این شرکت. یکی از چیزایی که معمولا توی وقتی بحث گرین بیلدینگ ها میشه، معمولا اولین چیزایی که تو ذهن هر دیزاینر میاد معمولا انتخاب متریال برای ساختمون است، که من فهم کنم جز دو سه تا آپشنه اولی که هر دیزاینر تو ذهنش میاد برای گرین بیلدینگ ها معمولا چوبه، به عنوان یک سازه‌ای که هم طبیعی هست، هم توی کانادا مصرف خیلی زیادی بالا داره، هم چه توی بحث ها لایت فریم کانستراکشن ها یا ماس تیمبر استراکچر یا حالا ماکرو دیزاین هایی که هست برای شهرک هایی که در کانادا، آمریکا یا حتی ایران هم استفاده میشه. حالا توی بحثی که گرین بیلدینگ هست، من حالا تو جواب سوال امیر شامی که پرسیدن که چجوری اینا بررسی میشه، یه مبحثی هست توی لید به اسم و گرین بیلدینگ ها که LCA یا همون چیزی که لادن اشاره کرده لایف سایکل اسسمنت هست. ما یه چند تا نرم افزار داریم برای بررسی که معمولا وقتی یه ساختمونی ساخته میشه، بعد از یک یا دو سال این ساختمون به هر پروژه مانیتور میکنن با استفاده از نرم‌افزار گبی. حالا ما گبی استفاده میکنیم، حالا نرم‌افزار دیگری هست که دیتا رو کالکت میکنه. یا حالا برای اطلاعات بیشتر هم میتونید سایت اوپن، اگه اشتباه نکنم اوپن LCA هست که .org، که یه سری نرم‌افزار هم به صورت رایگان هم به صورت پولی گذاشته و نحوه دیتا کالکشن های پروژه ها رو توش گذاشته. من سوالی که از لادن میخواستم بپرسم این بود که خب الان شما تو قسمت انرژی داری کار میکنی برای گرین بیلدینگ، حالا یا طراحی ساختمان ها، از چه متریالی استفاده میکنی و معمولا هدف شما توی ساختمان برای سیف کردن بیشتر انرژی چی هست؟ چون بیشتر پروژه هایی که توی زمینه گرین بیلدینگ ها معمولا تلاششون اینه که بین 10-30% انرژی کمتری مصرف بشه توی ساختمان ها. حالا میخوام نظر تو هم بدونم که روش شما چی حالا توی شرکتت؟ ببین این که 10-30% حرف درستیه داری میزنی، ولی بیسلاین ها توی کتگوری های مختلف با همدیگه فرق میکنه. یعنی من تو هر کتگوری که برم یه بیسلاین رو دارم که اگر یه مقدارش در حقیقت اجباری هستش و بعد از اون در حقیقت به من امتیاز داده میشه و کردیت، که فرق میکنن عددهایی که با همدیگه دارن. چیزی که توی شرکت ما داره، یعنی من میتونم اختصاصاً در مورد برق باهات صحبت بکنم، چون من تخصصم استراکچر یا انولوپ و اینا نیست که بخوام بهت بگم مثلا اونا چه کارهایی رو دارن انجام میدن. مسلماً توی متریال دارن کار میکنن، توی اورینتیشن، توی فوتپرینت، توی در حقیقت سایت لوکیشن، تو همه اینا دارن کار میکنن.
چیزی که ما توی برق در حقیقت داریم کار میکنیم از نظر متریال یا اکویپمنت چیز بزرگی که بر ما مهمه رعایت کردن اشره هستش، اشره 90.1، و اون هم استفاده از افیشنت بودن اکویپمنت هست. مثلا اگه قرار باشه من یک موتوری رو انتخاب بکنم یا اگه قرار باشه ترانسفورمر رو انتخاب بکنم، افیشنسی که توی خروجی اونا قراره ببینم باید افیشنسی بالاتر یا طبق جدولایی باشه که توی کد اومده ارائه شده. در مورد لایتینگ اگر بخوایم بیایم دیزاین بکنیم، خب اون رو باید در حقیقت اون ترشولدی که وجود داره، یه سریش از IES میادش، یه سریش از اشره میاد برای کنترل، اونا رو میایم انجام میدیم و در حقیقت فیکسچرهایی رو انتخاب میکنیم که بتونه اون پترن لایتی که ما میخواییم رو به ما بده و اون کرایتریاها رو رعایت بکنه. در مورد در حقیقت پاور اگه بخوایم صحبت بکنیم، فعلا چیزی که هستش پروویژن در نظر میگیرن برای فوتوولتایک و کوردینیشنی که معمولا میدونی با استراکچر انجام میشه، چون اینا رو خیلی وقتا توی روف نصب میکنن، روی استراکچر ساختمون هستش. توی ونکوور خب خیلی زیاد پی وی رو روش دارن کار میکنن. من جایی رو ندیدم که برای پاور روی ویند بره، البته بایوگاس و اینا هم هستن، روی ویند بخواد کار بکنه یا اسمال هایدرو، چون خود در حقیقت ونکوور بیشتر هایدرو هستش و هایدرو خودش در حقیقت یه نوع کلین انرژی یا گرین انرژی هستش که ما داریم. این در حقیقت کاری که ما انجام میدیم توی بخش برق، یا مثلا ای وی چارجر ها سعی میکنیم طبق زوم بندی ها یا سی تی ها، معمولا الان توی تمام بایلاهای خودشون اومدن یه سری چیزها رو مجبور کردن و این اجبار خیلی خوبه که شما ددیکیت باید بکنی یک سری از پارکینگات رو برای گرین کار، یک سری رو باید ددیکیت بکنی برای در حقیقت اونهایی که سوختی غیر از سوخت گس دارن، و یه سری رو هم باید ددیکیت بکنی برای در حقیقت ماشین های برقی. اینا چیزهایی هستش که ما در نظر میگیریم. چیزهای دیگه که توی در حقیقت توی دیزاین های ما هستش، یه سری کوردینیشن میتینگ هایی داریم که اون چکلیست ها رو با هم میریم استپ استپ جلو و ببینیم که هر گروهی چه شکلی میتونه مشارکت بکنه توی اون. مرسی جواب. بسیار عالی. خب دیگه بچه ها خجالت نکشید، هر کی صحبتی داره بیاد مطرح کنه. مگه خجالت هم داریم؟ ما که نه، بقیه رو نمیدونم. آقای چیزه، آره امیر شما بپرس. من فقط می‌خواستم جمع‌بندی بکنم، خیلی ایمپرس شدم از اینکه این تاپیک لید به نوعی توی جامعه ایرانی هم خیلی گسترده است و صحبت در موردش میشه. خیلی از اون اتوریتی ها و خیلی از اون پالیسی گذارا الان به این سمت دارن میرن که سختگیرانه بشن توی چه بحث ریسکه، چه بحث انرژیه، چه بحث اینتگریشنه. دفنیتلی برای اون کسایی که میخوان شغلشون رو توی 5 تا 10 سال آینده انتخاب بکنن یا خودشون رو پوزیشن بکنن توی این بازار کار، این یه بلو اوشنه، یعنی هنوز توش کامپتیشن زیادی نیست و خیلی ها هنوز اون توانایی هولستیک فکر کردن روی این قضیه رو ندارن. خیلی شروع خوبی بود و خیلی عالیه که این بحث رو کشید از بحث حرفه‌ای تو بحث گفتگوهای گپ دوستانه و باعث بشه که بعد از تمام شدن میتینگ بازم بهش فکر بکنی و بازم بهش به نوعی مطلب بگردی. من در مورد این خب چند دفعه شنیده بودم، ولی این ورژنی که الان لادن صحبت کرد یه دو سه تا ناگت از توش گرفتم که قطعا توی حالا اون ریفلکشنه که بعدن دارم بهشون فکر میکنم ببینم این قسمتش چه معنی میده برای برای تصمیم گیریه که خواهم داشت. خیلی ممنون. خواهش میکنم. سیارم عالی. لادن فکر میکنید
حالا یه اشاره امیر کردش، ولی فکر میکنی تجربه در حال تحصیلی و حرفه‌ای خودت، حالا من درس ها به طور خاص منظورم نیست، تجربت به حال یه مسیری رو رفتی، از ایران اومدی ساسکاچوان بعد اومدی اینجا، این به تو چه چیزی میده که توی، یعنی چه چیزی رو تو به این بحث لید و به این موضوع میتونی، چه اسپکتی رو میده که شاید بقیه همکارات نداشته باشن؟ چون بحث به حال تجربه ایران هم مطرحه، از این لحاظ میپرسم. سوال جالبی پرسیدی، به قول اینا good question. چیزی که هستش، خب من توی ایران روی پلانت های صنعتی کار میکردم، اویل و گس و پترولیوم و اینجور چیزا بودش، یعنی در حقیقت کمیکال پلانت ها رو خیلی کار میکردیم. خب کمیکال پلانت ها، من نمیگم توی ایران هم زیاد چیز نیست، این موضوع دیده نشده. چرا؟ توی ایران هم ما سازمان محیط زیست یه سری ریپورت هایی رو شما همیشه باید بدی در جایی که قرار اون پلنت رو بسازی. البته خب همیشه زیرابی اونجا زیاد میرن، به قول معروف زیرمیزی زیاد داده میشه و اینا، شاید استاندارد ها اونجوری که باید رعایت نشه. ولی مثلا وقتی شما داری یه سیستم کولینگ سیستمی رو داری توی دونه پتروکمیکال پلانت که داری از آب دریا این تیک میکنی و اون آب رو داری روش تغییراتی انجام میدی و میفرستی که سیستمت رو خنک بکنه، اون آب در انتها باید برگرده بره توی دریا و این برگشتنش توی دریا به اکوسیستم دریا و همینطور خیلی چیزا ممکنه ضربه بزنه. توی محیط زیست ایران ما اصلا این برنامه رو داریم. شما باید یه ریپورتی تهیه بکنی و اون ریپورت اینجوری هستش که در حقیقت این آبی که قراره الان بعد از اینکه رفتش تو یک خنک‌سازی توی کولینگ سیستم من کرد، میخواد برگرده بره توی دریا، این آب چه مسائلی رو داره؟ آیا این آب با محیط زیست کامپتیبل هستش یا من اومدم به این موادی رو اد کردم که خوبه یا بد؟ این موضوع خب یا لوکیشنی که ما داریم میگیم، این لوکیشنی که برای پلانت شما انتخاب میکنی، همه اینا توی در حقیقت ایران هم مطرح هستش. ولی خب اونقدر که فکر کنیم واقعا همه چیز مثل اینجا سویر نیستش که متاسفانه بگیم. من اکسپریانسی دارم از این که جایی بودم که خیلی سیویر داشتن این کودها رو فالو می کردن. اگر این بود that was perfect، اصلا یه دونه چیز بود، بونس بود برای من که می تونستم خیلی نکات رو اینجا مطرح بکنم. ولی بالعکس، ما خیلی چیزها رو اینجا داریم یاد می گیریم و بعد اونا رو رفلکت می کنیم روی ایران و می بینیم oh my god، مثلا چه چیزهایی رو اصلا اونجا رعایت نمی کردن. ولی خب همیشه تجربه تجربه است، یعنی شما تجربه هر چی رو داشته باشی همیشه بهتر از نداشتنشه. و تجربه ایران من خب خیلی به من کمک کرده، نمیتونم بگم توی لید گرین خیلی بهم کمک کرده، میتونم بگم فقط نکات فالس قضیه رو خیلی خوب دیدم، مثلا ریسایکلینگ، مثلا همین دوشی رو که محسن گفتش، مثلا خیلی چیزایی که هممون تجربه کردیم توی ایران. ولی خب در هر حال اونقدر توی این موضوع نمیتونه اون تجربه به من کمک بکنه. نمیگم ما توی ایران استانداردهایی نداریم که سخت باشه، مخصوصا اگه شما وارد حوزه نفت و گاز بشید، تمام استانداردهای آمریکایی، API، ANSI و شما باید همه اونا رو رعایت بکنی. ولی توی دیزاین و کانستراکشن من میتونم بگم که ما خیلی خوب پیش میریم، ولی یه سری چیزا پالیسی هن و شما اون پالیسی ها رو نمیتونین زیاد توی ایران رعایت بکنین، چون پالیسی از ممکنه جاهایی نشأت بگیره که زیاد در دست یک مهندس نیست. ولی خب من همیشه میگم همه مهندسای ایران رو من خیلی قبول دارم، ما خیلی خوب کار کردیم و خیلی خوب کار رو بلد شدیم. سلام علی. من هم منظورم چیزایی بود
اینکه یاد بگیریم چه کارهایی انجام بدیم و هم که چه کارهایی رو انجام ندیم. قول معروف how not to do things. و این هر دوتاش اینجا مطرحه دیگه، چون مثلا خب این استانداردهایی هم که رعایت نمیشد، خب اینم باز حالا عواقبش هم شاید در جایی میتونست گریبان اونایی که رعایت نمیکردند رو بگیره دیگه. آره خب مسلماً که داریم میگی 100% درسته امیر، به خاطر اینکه ما تو ایران این آدم مهم نیست، چه برسه انوایرومنت. حالا دیگه خیلی دیگه مسئله رو بخوایم راحت تر مطرح بکنیم، انوایرومنت که دیگه میشه بعد ما هر چیزی دیگه، آدم مهم نیست دیگه، بخوای انوایرومنت رو بهش فکر کنی. در نتیجه خب این خیلی دیفرنسه، یعنی اصلا یه چیزیه که زیاد نمیشه راجع به صحبت کرد، ولی anyway تجربه‌ای که آدم داره و اون فلش بک هایی که تو ذهنش یه دفعه میاد او تو ایران اینجوری بودش و اون کار اشتباه بود و من دارم این رو در حقیقت یه مقایسه میکنم بین این چیزی که اینجا گفته با چیزی که تو ایران بوده، آره خب اونو خیلی بهت کمک میکنه. بسیار عالی. بچه ها تو رو خدا سوال بپرسی. امیر میخواست اینو بگه. نه تو رو خدا سوال بپرسی. آقا سوالای دیگه هم داریم بپرسین، اشکال نداره، بحث خودمونیه. سوال هم فقط نیستش، صحبت هم خواستید بکنید، فقط هم سوال جواب هم نیست. آقا یکی بگه الان ادمونتون بود، کدومتون ادمونتون بودیم؟ بار برف میاد؟ ادمونتون برف میاد ولی خیلی سرده. آخه تنها چیزی که میتونستم، من خودم 2 سال ساسکاتون زندگی کردم، I hate snow. یعنی اصلا دیگه بمیرم هم اونجا به هم بگن مثلا یه جاب بهت میدیم $1,000,000 هم دیگه نمیرم. یکم نیو برانزویک بود، من تا حالا اون سمت نرفتم. نیو برانزویک چجوریه؟ فکر کنم سینا بود. اصلا نیام این سمت. نیام نمیام. آره 4 روز پیش فکر کنم منفی 38 بود. اوه من یه بار یادم منهای 46 تجربه کردم. اصلا نمیرم هم دیگه نمیرم. بعد تو این 2 سال متاسفانه با ما کاری کرده که دیگه منفی 20 مثلا هیچ حالیمون نمیشه. دیگه از منفی 20 به پایین تر دیگه یه چیزی بعد مثلا منفی 20 میشه میریم بیرون مثلا چیرز میزنیم و مثلا منفی 20 آره باربیکیو آفتاب میگیریم تو منفی 20. خیلی سرده، خیلی سرده، حدوداً 3 ماه سرمای خیلی شدید داره، ولی از اون ورم گرمای خیلی شدیدی توی تابستون. نیو برانزویک از اون شهرهایی نیستش که طول روز و شبش فرق بکنه؟ اون یوکان و اینا نه هیچ بده. آره اونا اونجا. نیو برانزویک جزء 4 استان اتلانتیک کانادا است. ای نیو برانزویک، نوا اسکوشیا و حالا نیو فانلند لبرادور. اینا که مثل اون نیو فانلندی ها انگلیسی رو صحبت نمیکنن 90% نفهمن. نه اینجا تنها استان کانادا است نیو برانزویک که دوتا زبان رسمی فرانسه فرانسه و آره. اینا رو یادم به تو سیتیزنشیپی خونده بودیم ولی یادم نمیاد. باش شهر قشنگی گذرتون خورد برای سفر 2-3 روزه خوبه، ولی نخواهیم مثل من موندگار بشیم. کدوم شهر؟ فردریکتون. من فردریکتون هم. بسیار عالی. آره ما این آخری که دادن گفتش یه ذره چیز بود، بد جنسانه بود، خیلی بد بود. آره خواستم یه ذره فخر بفروشم، هوای ما خوب. من بنکار خودم 4 سالی زندگی کردم، باشم میفهمم چیه. اصلا چرا موف کردی؟ منو بکشن دیگه، حاضر نیستم برم سرما. کاری آدم از این ببینیم، به نظر من کانادایی آدم تو منکوور زندگی میکنه یا میره آمریکا. من اتفاقا برای پول بیشتر اومدم اینجا. آه اوکی. دیگه روک بخوام بگیم دیگه. دیگه سکریفای همیشه دیگه تو زن. ای بابا. کرونا یادت ندادش هنوز که پول زیاد مهم نیست، زندگی مهمتره. والا برای من که درس بگیر یه ذره. نه پول بیشتر مهمتره. هنوز نه. چی میگفتیم حسن؟ میگم بحث استانهای مختلف شد. الان من تجربه آلبرتا و بی سی دارم. خیلی این اختلاف چه تکنولوژی های ساختمانی چه تکنولوژی های بازیافت خیلی مشهوده بین این دوتا استان. یعنی توی آلبرتا تقریبا ما اوائل 2019 که اومدیم بی سی، مثلا 2018 این سطلای زباله کمپوست آورده بودن، مجتمع های رنتالا نداشتن اونو،
یه سطل فقط یک سطل گاربیج وجود داشت و ولی اینجا مثلا ساختمان قبلیمون 9 مدل سطل داشت، هر چیزی یه جایی خاصی داشت برای خودش که دیگه از همون اول تفکیک شده باشه. حالا برای این استانداردی نیست یا اینم همون مثلا برنامه‌ای 10 ساله‌ای هست که صحبتش شد؟ ببین یه چیز جالب بگم، حالا من ساسکتون که بودم، نه من 2015 ساسکتون بودم و 50 مدلم سطل داشتیم. این چیزی که هستش، لید یک موضوع فعلا والنتیریه، چیزی نیستش که شما رو اجبار بکنن به انجامش. خب فعلا داره والنتیری پیش میره، ولی در حقیقت یک نوع امتیاز هم برای شما هست، چون شما میخواین یه سری سیوینگ هایی رو داشته باشین که در آینده پول بیشتری رو توی پاکتتون بمونه. در نتیجه وقتی والنتیری باشه، هر سیتی یا هر جایی میتونه یه مقداری از اون رو به عنوان بایلا بیاد ارائه بده. مثلا شما توی بایلا ونکوور، سیتی آف ونکوور که وقتی میرین، اشره 90.1 اجباریه، هیچ سی تی دیگه اونو اجباری نکرده توی بی سی. اینا بستگی داره که اونا چقدر بخوان پیش برن توی این کار و چقدر بخوان این پالیسی ها رو اجباری بکنن، ولی at the end of the day voluntary هستش. یه چیزهایی به عنوان در حقیقت فدرال رول شده که نمیتونن ازش سرپیچی بکنن، چون دیگه گاورمنت رفته یه سری اگریمنت هایی رو ساین کرده. مثل اینکه شما نمیتونی ساختمونی رو داشته باشی که توش سیستم کولینگ CFC استفاده بشه، همچین چیزی رو ما نداریم. یعنی همچین پرمیتی رو اگه شما جایی بفرستی برای بی سی، برای بیلدینگ پرمیت، اصلا ساین نمیشه، اصلا به شما اجازه شو نمیدن، چون یه پروتکلی هستش و چیزی هستش که در حقیقت گاورمنتالی اومده ساین شده و به همه گفته شده. ولی مثلا اگر من بگم باید لایتینگ این ساختمون کنترل داشته باشه روش که اگر مثلا من تو این اتاق نبودم خودش خاموشه، این اجباری نیست. ممکنه یه جایی مثل سیتی آف ونکوور بیاد بگه که برای تمام جای کامیونیکیشنال و کامرشیال و نمیدونم ایژوکیشنال و همه اینا اجباری. ممکنه یه جایی مثل برنابی بگه نه، اینا دیگه یه ذره این چیزا. ولی ما یه چیزی رو داریم، حالا من نمیدونم اینجا مکانیکال انجینیر نداریم اصلا، نه، چون اونا خیلی واردن توی استپ کودا. استپ کودا یه سری کودهایی هستن که دارن به قول معروف استپ به استپ اجرا میشن، که فکر میکنم بچه های انولوپ و آرکیتکچر هم توش دخیل باشن و مکانیکال میدونم زیاد، و سی تی ها دارن این رو به قول معروف استپ کودو ذره ذره به دیولوپر ها و دیزاینر ها اجباری میکنن. مثلا شما اگه برنت ووده برنابی رو نگاه بکنی، اینا فکر کنم 10 تا یا 11 تا تاور هست. هر تاورش با تاور قبلی کاملا فرق میکنه دیزاینش، و اونم دلیلش اینه که دارن توی اون استپ کودو میبرن جلو. این استپ کودام در حقیقت چیزایی که هستش مربوط به همین انرژی افیشنت بودن ساختمون، ساستینبل بودن ساختمون، موادی که توش استفاده میکنن. اگه دقت کنین شما پایین اون ساختمون های برندفود یه امینیتی های خیلی بزرگی رو میبینین، سینما داره، بانک داره، داروخونه داره، چیزایی رو داره که داره به شما میگه کامیوت نکن با ماشین، پیاده بیا و من اینجا بهت همه چی رو دارم میدم. یه چیزای خیلی زیاده رو دارن توش رعایت میکنن. درست. مشابه لوهید تاون سنتر، این جای جدیدی که الان دارن میسازن توی اونجا هم همینطوره، همه چی دارن میسازن طبقات پایینش. خیلی زیاد این کار داره میشه، چون در حقیقت یکی از ساستینبل سایت هایی که ما میتونیم داشته باشیم اینه که دنسیتی اون منطقه رو ببریم بالا. یا به قول معروف میگن open space یا walkable، که شما بتونیم مثلا چند مایل رو پیاده بری، چند مایل رو با دوچرخه بری و چه شکلی از پابلیک ترانزیت استفاده بکنی. درست. این لوهید که میگم رسما همین کار کردن، یه مال کنار مترو بود، کنار اسکای ترین بود، اینو خراب کردن. حالا فعلا 7-8 برج، احتمالا حدس میزنم فاز بعدی چم 7-8 دیگه.
که دیگه اون پایین هم خودش همه فروشگاه ها هستن، رسما کسی اونجا زندگی میکنه برای خیلی کار لازم نیست از مجموعه خارج بشه. خوبه دیگه، فقط ورزش هم اگه بکنه در کنارش خوبه. اونم جیم دارن همشون دیگه، آره همه چی. اونم خوب. طب اینا خوب هستش، منطب مثلا یه مشکل طرف برنابی مثلا من برنت بود و اینا همه این چیزا نزدیکه، ولی حالت کامیونیتی که آدم دوست داشته باشه اونجا را بره رو هنوز نداره. ببین مثلا حالت وستند رو نداره، حالت یلتان و مثلا فاسکریک و اینا رو نداره و... اینا رو برای من و شما نداره، ولی برای جنریشن های بعدی که شهر رو به اون شکل ببینن داره. ماها الان توی مسئله هستیم که ماها ذهن ما از شهر، دنسیتی، استورهای جدا جدا کنار هم دیده. چرا من و شما مثلا میگیم که وست اند خوبه، یا مثلا میگیم که چه میدونم یلتان خوبه؟ چون داریم میریم یه سری ایندیویژوال استور رو کنار هم دیگه میبینیم و آدمایی که تو خیابون میان و میان. چون هم همه جای دنیا تقریبا کسایی که همسن ما یا اولدر باشن کامیونیتی رو اون شکلی دیدن، ولی جنریشن های بعدی کامیونیتی رو اونجوری نمیبینه. چیزی که مهمه توی همچین جور جاهایی که ساخته میشه بهش میگن open space یا community area. شما اگه توی منطقه ها برین میبینین مثلا یه پارک محلی اونجا درست کرده، تو اون پارک محلی مثلا یه جایی برای کتاب خوندن گذاشته، میز بازی گذاشته، بازی بچه ها رو گذاشته، که شما ناخودآگاه میرین اونجا و با هم کامیونیکیشن دارین. این استایل الان از ذهن من و شما زیاد ممکنه میدونی تاچبل و همچینی خوشایند نباشه. من خودم لانزدل زندگی میکنم چون برام شبیه تهرانه، میرم بیرون دوروبرم مغازه است، راه میرم آدم میبینم، خیلی هپی هم. خب ولی جنریشن های بعدی ممکن اصلا این استایل رو دیگه دوست نداشته باشن و اونا اون استایل رو بپسندن چون از اول ذهنشون و اون ویژنشون اونجوری ترین میشه. حتی من این که مثلا یه جا زمین بازی باشه و جایی کتاب خوندن باشه رو میپسندم. خب این خیلی خوبه. بیا برای شما فکر کردن دیگه دیگه دستشونم درد نکنه، در دنیا در آخرت جوابشون رو بده در صورت وجود. خب تیکوییمون چی باشه لادن؟ تیکوی چی هست؟ یعنی از این جلسه ما چه چیزی رو، پیام همه این حرفایی که زدی چی هستش؟ برای کسایی که هستن توی جلسه یا کسایی که نیستن در حد سکرات حاضرین به قایبین بگن؟ خب حاضرین به قایبین بگویند. خب چیزی که هستش اینه که من خودم فکر میکنم برای آدمایی مثل ماها که توی کشوری بزرگ شدیم که تقریبا هیچ کدوم این مفاهیم معنی نداشته، نه ریسایکل معنی داشته، نه زیاد سیوینگ انرژی معنی داشته. اگه سیوینگ انرژی هم بوده همه به پولش داشتن فکر میکردن، کسی به انوایرومنت اصلا فکر نمیکرده، کسی اصلا به جنریشن بعدی فکر نمیکرده. چیزی که هستش اینه که واقعا سعی کنیم ذهنمون رو تغییر بدیم و به جای ایندیویژوالی فکر کردن گلوبالی فکر کنیم و ببینیم که واقعا چقدر میتونه تأثیر بذاره. چون حداقل من اولش هم گفتم ما تو این ونکوور تأثیراتش رو داریم تو این چند سال اخیر میبینیم و یه موضوعی که مثلا حتی اتفاق افتاده توی کالیفرنیا، خشکسالی تو کالیفرنیا خیلی زیاد شده. چرا؟ چون کالیفرنیا جزو یکی از سبزترین استانها ولی پرجمعیت‌ترین استانها بوده، استیتی بوده توی آمریکا که الان خشکسالی توش خیلی زیاد شده و اون سبزی که داشته خیلی چیزاشو از دست داده و این دلیلش همین اتفاقاتی بوده که افتاده، ساختمون‌هایی که بی‌رویه ساخته شده، آدم‌هایی که اومدن، فاصله‌هایی که در بین محل کار و محل زندگی آدم‌ها بوده. اینا رو ببینیم و سعی کنیم که اپلایش بکنیم تو زندگیمون و حالا نگیم حالا من اگه این کارو نکردم who cares، نه واقعا کر بکنیم ازش.
بسیار عالی. این اگر لطفاً در حد دو سه جمله به انگلیسی برای من بفرستی من استفاده کنم در جاهایی که عکس جلسه رو گوگل ترنسلیت بزن وایس من بیاد اون میگه دیگه اوور تایم نداشتیم برای جلسه این دیگه اوور تایم اوور تایم نشده هنوز که آن هم میگه آخه بعدن انگلیسیشو بفرست اوور تایم دیگه میتونیم یه دقیقه زودتر جلسه رو تعطیل کنیم تازه اوور تایم که حتما داشتیم تازه قرار بودش چیزه تازه همیاری هم خواسته که آدمایی که میاد آره یه چیزایی بنویسن براشون اگه دوست دارن البته اوور تایم آره رسانه همیاری یه سری سوالایی داره از کسایی که میان تو جلسه های ما که بیان در واقع جواب بدن یه هزار کلمه مقاله بنویسن براشون چرا عزیزم خب باش بسیار عمالی آره من برات محسن این اون سوالای سوالش حالا مطرح کن ببینیم سوالش چیه یه لیست سواله یه مصاحبه طوره یه لیست سواله هزار کلمه ولی برای کلش آره یه صفحه مجله میشه آره میخوان با در واقع متخصصین ایرانی شهر آشنا بشن دیگه هموطنان عزیز بله دوستان خب 3 دقیقه وقت داریم ما میتونیم این 3 دقیقه رو الان تمومش کنیم که به لادن اوورتایمش زیاد نشه میتونیم هم چیزه کسی حرف آخری اگه داره بزنه چه همه سکوت کردند خب همون وقت رو بدیم به لادن که حداقل این آقا این ددلاینش کیه تیک اوی ددلاینش هرچه سریع تره که من با عکس استفاده کنم مثلا تا فردا شب اوکی آخه من خواهرم سریال هم ببینم وقت ندارم بنویسم ولی اوکی شور تومارو آی ویل دو ایت باشه سریال تو ببین منم باید برم اتفاقا سریالمو ببینم آره ولی سریال دوستان حالا اگه اهل سریال هستین بلایند اسپات رو ببینید خیلی خوبه من که معتادش شدم پیشنهادت چون من باید فردا سریال جدید شروع کنم بلایند اسپات رو ببین و خیلی گوش بده چون دقیقاً یک در تمام فرض کنین تمام اتفاقات بدی که داره تو دنیا میفته از انواع تست های بمب ها روی آدم ها کشتنشون هر چیزی خیلی جالب تو این سریال داره حرف میزنه کجاست تو نتفلیکسه؟ آره نتفلیکسه و من الان سیزن دومشم واقعا عالیه عالیه من ساکسیشن رو توصیه میکنم خاتونم ایرانی اگه خواستیم ببینیم چشم اوکی شور ممنون از این که سریالم به ما پیشنهاد دادی این تیک اوی من بود دوبلش کن بنویس تیک اوی سریال ایرانی خاتون بسیار عالی اوکی و خاتون قربون همگی مرسی از این که وقت گذاشتیم و مرسی این که منو دعوت کردی ممنون که اومدی شب خوبی داشته باشید بچه همگی سی یو هفته دیگه نگهدار شب بخیر ممنون خدا حافظ